آیا می شود جن بخواهد با انسان رابطه برقرار کند؟ اصلا دائما میخوان با ما مرتبط بشن دیگه. اونا میخوان همیشه ها. نه انسان مؤمن هم عرض کردم اصلا زمینه ارتباط و کمک و امداد ملائکه براش فراهم میشه با عمل صالحش. آیا از جن میشود استفاده اطلاعاتی و جاسوسی کرد؟ بعضی از مسئولین میخواستن این کار رو بکنن. کار خطرناکی است. کار خطرناکی. بله. یعنی با اینایی که وکیل اون جنن میرفتن از این رو، چون این جن شیطانه، ممکنه که سر بزنگاه اطلاعات غلط بده و بیچاره کنه سیستم رو. و غلطه و ابدا نباید با اینا مرتبط. ولی شما تو برنامه پیش فهمیدید که دشمنان ما ظاهرن یه همچه خبرهایی رسیده که دارن یه سیستم جنی رو اصلا شما یهود اصلا با سحر و جن ارتباط قوی دارن. بله دیگه، اصلا بسیار از جادوگرها یهودی هم، بسیار از کسانی که با جن در ارتباط هم از مکتب یهودی ها بیشتر ناشی میشه. یعنی طایفه یهود زمین های فراوانی دارن. این که در اروپا هم خیلی برخورد میکردن با این جادوگر، چون ریشه در یهود انحرافی داشتن. بله اینی که اسرائیل با این زمینی عقبه تاریخی که دارن، حتی قرآن مطرح میکنه تهمت و کفر بعد از سلیمان زدن یهود، گفتن این کافر شده از راه سحر داره این قدرت ها رو انجام میده. آیا تو این گرفتاری و اختلالات و اختلافاتی که مثلا ما تو این حوادث اخیر گرفتار شدیم، ممکنه مثلا سحر و جادو باشه، چش و نظر باشه، نمیدونم عوالم در واقع مسائل عوامل ماورایی دخیل باشه. معرفت غلط هست، ضعف عملی ایمانی هست، میتونه بله کسی که تخلفاتی کرده سحر درش اثر میذاره. کسی که حالا مثلا کشور ما دیگه بالاخره، نه کشور نه، ببین بحث اینجاست که اشخاص بحث، بس کشور یک بحث کلی است. تو حوزه اجتماعی من در میادیاس اجتماعی عرض می‌کنم. عرض کردم ببین مثلا یه حکومتی ممکنه گرفتار دسیسه شیطانی جنی بشه. خدای نکرده اگه مسئولینش مثل اسرائیل باشه نه ایران، که وجودهای متقی و این در واقع شیطان محور باشه. بله اصلا اینا اصلا خدا میگه اصلا مگه نمیبینی این رؤسای شیاطین، رؤسای کفر اصلا شیاطین مسلطن، اونها ادارهشو میکنن، خودشون نیستن. علم تر انا ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، میگه رئیس رؤسای کفر اصلا شیاطینن که چشم گوش ابلیسن اینها، دست و پای ابلیسن اینها. این که هست که اصلا شیاطین اصلا کفار و رؤساشو شیاطین اداره میکنن. کسی چشم برزخ داشته رو میبینه، اینا خودشون نیستن، آلت دستن. یعنی تو مسیر شیطانی رفتن جلو، ببینید که هزاران نفر انسان رو میکشن باکشون نیست، برای رسیدن اهداف شیطانی به هر جنایتی دست میزنن. نشون میگه عنصر شیطانی مجسمن اینها. به تعبیر آقا قیافه قیافه انسان، از صورت و صورت انسان، و قلب و قلب حیوان. اینا حیوانن دیگه، انسان نیستن. این سران کفر و شرک این همه جنایت میکنن باکشون نیست، برای اینکه به نخت برسن، برای اینکه به مطامع دنیوی برسن. انسان ها پشیزی برای اینا ارزش ندارن. اینا اعوان انصار قطعی شیاطین و جنی.